افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، بنیاد فرهنگی مهر به 325 خانواده نیازمند 5 قلم مواد خوراکی توزیع کرد. سلام بر شما، وقت بخیر، خوش آمدین به سنترال افغانستان. امروز 6 آپریل 2024 میلادی و برابر با 18 حمل سال 1403 هجری شمسی است. اینجا کابل است، پایتخت افغانستان، شهری با میلیون ها جمعیت که از فقر و بیکاری رنج میبرند. از در و دیوار این شهر فقر میبارد، فقر که ریشه آن در بیکاری است. صدها هزار نفر به نان شب و روزشان در این شهر درماندند. در میان نهادهای خارجی، اما نهادهای داخلی و خیرین افغانستانی مقیم خارج نیز تلاش میکنند دسته افراد نیازمند را بگیرند تا از این مرحله به خوبی بگذریم. به همین منظور دیروز 17 حمل 1403 هجری شمسی، بنیاد فرهنگی مهر با کمک خیرین خارج از کشور برای 325 خانواده نیازمند که از نقاط مختلف کابل جمع شده بودند و قبل از قبل شناسایی گردیده بودند، 5 قلم مواد خوراکی توزیع کرد. ما بنابر برخی ملاحظات و احترام به کرامت انسانی افراد، تصویر دریافت کنندگان کمک را نشان نمی دهیم. اگر در جاهای دیده می شود نیز از پشت سر گرفته شده است و از فاصله دور که قابل شناسایی نباشند. کسانی که هم در تصویر دیده می شوند بیشتر افراد داوطلب برای توزیع کمک هستند و یا هم عده‌ای اعضای بنیاد فرهنگی مهر. این برنامه در تالار عروسی طلوع واقع در چهارقلعه وزیرآباد در شهر کابل برگزار شده بود. این کار بزرگ اما مقدور نبود مگر با از خودگذری خیرین مقیم خارج از کشور. تمام کسایی که کار دارن به متعداد کارت مواد غذایی تهیه شده، به اساس ما کوشش میکنیم که در ابتدا ساحاتی که دوردست هستن اونا را توزیع بکنیم تا کمی زودتر به خانه‌هایشان برسن و بعدا میریم به ساحات نزدیک. و پیش از او دوستان عزیزانی که کمک کردن برنامه امروز را به نمایندگی از هیئت اجرایوی مقیم کابل، از شما مردم عزیز، خواهران، برادران و مادران، پیشاپیش تشکر و قدردانی خویش را اعلام میکنیم. خدا کند که این قدردانی او قوم مورد پسند و مورد پذیرش ما و شما قرار بگیره و همچنان از شما دوستان عزیزی که اینجا هستین و حضور دارین و خصوصا رشته سفیدان گرامی، مادران عزیز که از دعاهای همیشگیتان، از دعاهای رمضانیتان و از شب زنده‌داری های شب قدرتان همچنان حامیان برنامه و برگزار کنندگان برنامه را فراموش نکنید. از جمع کسایی که کمک کردن، دوستان عزیز ما از کشور آلمان، کشور کانادا، کشور آمریکا هستند، که جمله آقای مسعود قربانی در صدر جدول ما قرار دارند که خداوند یک به حاضرت و هزار به آخرت به حجرشان اضافه بکنه. آقای مسعود قربانی از بانیان بنیاد فرهنگی میر از کشور آلمان مبلغ 5000 یورو کمک کردند. آقای محترم معلم خدایار فیاض از شهر وینکوور کانادا مبلغ 4000 دلار آمریکایی کمک کردند. مجموعی از خیرین قومای برگلیچ از شهر ویرجینیای آمریکا به مدیریت و نمایندگی آقای بهارالدین سعیدی و دادلی خان رسولی مبلغ 2500 دلار آمریکایی کمک کردند. محترم زمان الدین نوری از کشور آلمان مبلغ 1500 یورو کمک کردند. محترم سعدالدین نادیر از کشور آلمان مبلغ 1000 یورو. محترم فرید احمدی از شهر کلگری کانادا مبلغ 1000 دلار کانادایی کمک کردند. آقای سلطان حیدری از شهر وینکوور کانادا مبلغ 500 دلار کانادایی کمک کردند. آقای نظام الدین قربانی از کشور آلمان مبلغ 400 یورو کمک کردند. آقای نظام الدین عادل از کشور آمریکا مبلغ 500 دلار آمریکایی. آقای فرامرز عادل از کشور آمریکا 500 دلار آمریکایی. آقای زمان الدین عادل 500 دلار آمریکایی. آقای محترم میرویس مرادی از شهر وینکوور کانادا مبلغ 500 دلار کانادایی. خانم همیرا نوری از شهر وینکوور کانادا مبلغ 500 دلار کانادایی. خانم هنوشه سروری از شهر تورنتو کانادا
مبلغ 500 دلار کانادایی. آقای خداداد مرادی از شهر مونتریال کشور کانادا مبلغ 500 دلار کانادایی. آقای جلال الدین ایام از مونتریال کانادا 500 دلار کانادایی. آقای نوراحمد مرزاده از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 300 دلار کانادایی. آقای خیرالله دلجم از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 280 دلار کانادایی. آقای اوجبر فیاض از شهر وینکوور کانادا مبلغ 250 دلار کانادایی. آقای سلمان سلطانی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 230 دلار کانادایی. آقای عنایت الله عادل از شهر مونتریال کانادا مبلغ 200 دلار کانادایی. آقای خدای رحیم احمدی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 200 دلار کانادایی. حاجی احمد عباسی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 200 دلار کانادایی. آقای زمان الدین پناهی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 200 دلار کانادایی. همچنان محترم شام قربانی از کشور آلمان مبلغ 200 یورو و عبدالرحیم قربانی مبلغ 200 یورو از کشور آلمان کمک کردند. دوستان دیگری که در لیست کمک کنندگان چهارمین دور بنیاد فرهنگی مهر قرار دارند، استاد فضل علی امیری از شهر وینکوور کانادا مبلغ 200 دلار کانادایی. آقای احمد بیگ یوسفی از شهر وینکوور کانادا مبلغ 150 دلار کانادایی. آقای جمال الدین صبری از کشور آلمان مبلغ 100 یورو. آقای خوشنود قربانی مبلغ 100 یورو از کشور آلمان. آقای سراج الدین عادل از کشور آلمان مبلغ 100 یورو. خانم طاهره قربانی از کشور آلمان مبلغ 100 یورو. آقای عبدالمجید عادل از کشور آلمان مبلغ 100 یورو. محترم وکیل عبدالبصیر بینا از کشور آمریکا به ارزش افغانی 20000 افغانی. آقای گنجلی حسینی از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی. آقای سرور قربانی از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی. آقای عزیزالله دلجم از شهر تورنتوی کانادا 100 دلار کانادایی. خانم ماهجان فیاض از شهر تورنتوی کانادا 100 دلار کانادایی. صاحب جمال عالمیار از شهر تورنتوی کانادا 100 دلار کانادایی. آقای جهانگیر فیاض از شهر تورنتوی کانادا 100 دلار کانادایی. خانم همیرا فیاض از شهر تورنتو مبلغ 100 دلار کانادایی. خانم میرنگار فیاض همچنان از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی. آقای سلطان علی فیاض از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی. همچنان سیمین مرادی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی کمک کردند. خانم فرناز حیام از شهر مونتریال کانادا مبلغ 100 دلار کانادایی. خانم جهانتاب مرادی از شهر مونتریال 100 دلار کانادایی. آقای حبیب الله مرادی شهر مونتریال کانادا 100 دلار کانادایی. آقای اجمل سعیدی از مونتریال کانادا 70 دلار کانادایی. آقای مهری آقا است یا خانم نمیفهم، خانم میری یا احتمالاً خانم مهری مرادی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. آقای زکریا وفا از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. خانم شکیبا مرادی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. خانم راحله خیری از شهر مونتریال کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. خانم زرغونه مرادی از شهر مونتریال کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. آقای زمان الدین میرزاده همچنان از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 50 دلار کانادایی. دوستان دیگری که از کشور آلمان کمک کردند، آقای عصیم قربانی مبلغ 50 یورو، انجینیر صاحب عبدالوهاب قربانی همچنان از کشور آلمان مبلغ 50 یورو، خانم ملکه آشوری از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 20 دلار کانادایی، خانم زهرا ناصری از شهر تورنتوی کانادا مبلغ 300 دلار کانادایی. این دوستانی هستند که در کل کمک‌هایشان به مجموعه
بنیاد فرهنگی مهر در کابل مواصلت ورزیده که مجموعاً بودجه اهدای رمضانی چهارمین دور بنیاد فرهنگی مهر از مبلغ یورو که از کشور آلمان یا جرمنی مواصلت ورزیده 8900 یورو هست. مجموعه دلار آمریکایی مبلغ 4000 دلار آمریکایی است. مجموعه دلار کانادایی 12200 ببخشید 12100 دلار کانادایی است. مجموعه افغانی از بخشی از بودجه ما که سال گذشته باقی مانده بودن جمعی بودجه اداشده امسال مجموعاً 84000 افغانی که مجموعه عمومی بودجه ما یورو، دلار کانادایی و آمریکایی و افغانی بالاتر از 1,600,000 افغانی شده که بیشتر 300 خانواده فقیر و نیازمند را در پوشش امروز خود قرار داریم و حدوداً برای هر خانواده مبلغ 5,500 افغانی است. نظری سیب 5,450 افغانی چند؟ خب با معذرت مجموعی که برای هر خانواده در نظر گرفته شده 4,550 افغانی بودجه است که امروز به عنوان تحفه ایدانه تقدیم شما میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اگر برنامه برای 325 خانواده نیازمند کمک توزیع شد. مسئولان بنیاد فرهنگی مهر میگویند که هر کارت با 5 قلم مواد خوراکی 4,550 افغانی قیمتش تمام شد و مصرف مجموعی نیز 1,478,750 افغانی شد. یکی از بزرگان و اعضای این بنیاد میگوید که آنان در گذشته نیز به کمک خیرین برنامه های مشابه داشتند. البته تعداد از این برنامه ها نیز توسط سنترال افغانستان قبلا نشر شده است. دوره اول که بود محصلین را بامیان کمک کرد. بر محصلین به اصلاح روشنایی اورد، سولار اورد، در هر کدام از یک بیتری و یک سولار و اتاق های خوابی کسایی که لیلیه نداشتن در اتاق های لیلیه در جای کرایه گرفتن. دوره اول همین کمکایش بود، 150 محصل همکاری کردن. دوره دوم 150 فامیل، یک بازی آرد و یک بازی برنج و یک قطی روغن دلیتره و یک سر لوبیا و یک سر نخود توزیع کردن 150 فامیل. دوره سوم که پار سال بود تقریبا 400 فامیل، 350 یک بار، 48 فامیل بار دوم متوزیع کردیم که دو بازی آرد بود، یک پیب روغنی، یک خطی روغنی در لیتره بود، یک بوجی برینجی سی سیره بود، یک سر لوبیا بود، یک سر نخود. 400 فامیل پارسال تمویل کردیم. کمکش در انسان های مستضعف و ضعیف و ناتوان برسه، هر انسانی که را کوشش میکنه اگر توانایی باشه 100% کوشش میکنیم سالهای دیگه همین کمک های خود را ادامه بدیم، همین کار خود را ادامه بدیم. و این را که بنیاد مهر که خارج هستن اونا چی میکنن کار از هاست. ما پیام دیگه پیام نداریم، ما جهان سپاس از ما هر کسی که یک دلار هم داده کمک کرده تشکر هستیم. از کسی که 501,000 دلار دادم از اونا متشکر هستیم. خانه شان آباد. این جمع کردن پول کار بسیار آسان نیه. این کسایی که این کار تنظیم کرده، این کار سرشته کرده، هر کس زنگ زده، تماس گرفته تا او را راضی کرده که یک مقدار پول ده و هموطنهای بی‌بضاعت خود که در افغانستان خود کلگی خبر داره حالت بیکاریه در زیاد کمک کرده. جان سپاس، خداوند وارا عجر خیر نصیب بکنه. تشکر.